مخلصیم. خسته نباشی کوزت گیان. سلامت باشی عزیزم. فریبرز گیان دستات کفیه؟ اینا هم بشور بعدشن بندازشن داخل خوشکن. با دست دارم میشونم، خوشکنم کجا بود؟ فریبرز چه حرفی میزنی عزیزم؟ محل کدام شوسی داخل دستت بگیر، اول آرام 30-40 دور همینجوری به چرخانی کار خوشکنه میکنه دیه. بابا داخل اون نانبایی چه یادت دادن؟ بیا خلیل ما رو ببین، هی برمیگردم منو به هم نشون میدم. خوشگلی نگاه میکنه. به جان خودم فهمیدم من همون کابوس رو لو دادم. کارم تمام. آره فریبرز، تو اگر خودت لو ندی هیچ کس بشه شک نمیکنه. نگاه نکو. نگاه کن باز دارم منو به هم نشون میدم. میگم نگاه نکو. میگی نگاه کو. عزیز من عادی باش، اصلا انگار نه انگار. من یادت دادم هر بار نگاهت کردن شانت میندازی بالا. من که خیلی عادی خود نکو، دست کن نده. نگاه کن دارم بد نگاه میکنم. خلیل تو رو خدا برو بهشون بگو شما آقا شفی گفتیم من همون کابوس رو لو بدم. تو مدرک داری که من و شفی کار کردیم کابوس لو دادیم؟ مگه شما نگفتیم برای رسیدن به شیرین خانم اول باید رضایت عمو و داییش رو جلب کنیم؟ گوشه ده در بیار از زیر باندگه درش بیار، کار دارم درش بیار. یه حرفی بشت میزنم آویزه گوشت میکنی فریبرز. جهان پر از آدمای ابلهیه که دلشانه به وعده‌های پوشالی اینوان خوش کردن. میدانی مثل کی؟ اگه گفتی کشنام رو چوف ایکلا، یکیش رو با چوف، یکیشم فریبرز که الان دارم مثل بز منو نگاه میکنه. کار ده بکو عزیزم، بشور خوش کن، حواست نده بششم، دست در نکنه. خسته نباشی پهلوان. خاک بر سرت فرس، دیگه اینجا جای موندن نیست. پاشو بذار فرار کن، برای عاشقی وقت زیاده. دو روز دیگه که مود در اومد اون وقت نوبت توه. دخترها برات صف بکشن وقتو بگی. نه نه نه، از شیرین خانم بهتراش برات سر و دست میشکن. بله سلام، خوبین؟ چشمتون روشن. بابت همین بازگشت غرورآمیز پدر دیگه، من که خیلی خوشحال شدم. ممنونم. نگفتی کجا میری؟ میرم اونجا. شیر میخوری؟ شیر چیه؟ شیر خره، شیر جاناتانه دیگه. تقصیر تو بود؟ خانم غلط کرده، من گول خوردم. وا این چه حرفیه، بیماری واگیردار همینه، پخش میشه اگه رعایت نکنم. آها اونو میگین؟ اون که بابا بی خودی انداختن گردن من. زخم سر من مال اینه که مو کاشتم، وگرنه اصلا ربطی به بیماری نداشت که. با اجازتون چیزی در مورد این که کی آقا کابوس لو داده به گوشتون نخورده؟ من نه، من یه آدم معمولی هم که داره میره از چادر ساکشو برداره. پس این چیه دستت؟ این لباسه. بیا برو لباساتو پهن کن، من ساکتو برات میارم. نه نه من خودم میبرم. بیا برو پهن کن. چش. آقای دکتر یعنی هیچ امیدی نیست؟ من احساس میکنم امروز یه ذره نفس کشیدنشون بهتر شده. توصیه من اینه که زیاد اذیتش نکنی، اگه بیقراری کنه آرام بخشو زیاد میکنه.
این چند سبای آخری بهتر بیشتر دور برش باشیم. روزتون بخیر. آقای دکتر ببخشید من. دیدی دختره آدمی زد این رنجور و بیدفع افتاده روی تخ. این همون آدمی زدیه که در زمان حیاتش هر روز حرص ما به دنیا رو میزه، هر روز لذتهای بزرگ و معنوی رو فدای پول و مال و ملاق دنیا میکنه. تایشم به این نقطه میرسی. راست. ای دنیا ای دنیا از تو سیرم، بگذار که بمیرم کم آب بخوریم. آخ 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 نخورین نخورین، خیلی وقت اینجا مونده. ای وای دیدی دختره، دقیقا به همین دلیله که من میگم از دست غریبه هیچ موقع خوراکی نگی. شانس آوردی بابا. میگم باباگیان این نازنینم خیلی دختر خوبیه، به نظر من با همی ازدواج بکنین، کلی به همه ما خوش میگذره. میخوای بزنید؟ نه نه دیگه، من دوروبر لذایز زندگی خط کشیدم دیگه، تمام. والا خدا شانس بده بابا، من توی سن و سال خواستگار جوان پولدار داره و من باید برم بین فریبرز و سلمان یکی انتخاب. البته سن و سال که گفتی یه ذره بهم برخوردم، من سن سال... یعنی چون سالم زندگی کردم سنم کمتر نشه میده. الان از هر کی میپرسم من چند سالمه میگه 38 سال، ده پر پر 39. چه شوخی خبره، همو 50 بشه. بابا دارم میگم همه میگن. ببخشید تو رو خود اصلا حرف گوش نمیکنه. داشتم میخوردم. فقط نذارین خمی شرمنده میشه این سوال بکنم، من میخوردم من چند سالم بشه؟ شما 38 دیگه، خونه پر پرش 39. Yes, that's right. ای قربانت برم نازنین که هیچ کس ناامید نمکنی. آخه عزیزم اینو همیشه راجع به بابام میگن، همه میگن هیچ کس سالا از در خونه آقا پاشا ناامید بر نگشت. آی عزیز، نور به قبرش ببار، به قدش نور، به قد و بالاش ببارم. ترسش نزنین خانم، من اصلا تصمیم نداشتم بیام. من تا گفتم این موقع نیامی بنده خدا مرحوم بشه دیگه، از ابوشتنی تا آخر اون به من میمنه دیگه، به بچه هیه الله گفتیم. شما بزرگواری، میدونیم پزشکا خارج از کشور بابامو جواب کرده بودن، ولی اصلا عکسای عروسی رو دید یهو انگار یه جون دوباره گرفت، گفت من هر جوری شده باید برگردم بیام برای آخرین بار دست دامادم بگیرم تو مملکت خودم. ای الله خوب، من خوشگل مشکل نیست. با هزار جور بدبختی آوردمش، ببخشید تو رو خدا، میدونم قول داده بودم مزاحم شما نشم، ولی دیگه خب آقا پشه گل و گلاب برق بید میشکن. البته آقا پشه گل من دمر شما نیستم، ولی خب اگه این گفتنش شما رو آرام میکنه چشم، من دمر شما هستم. اصلا بذار یه جوک براتم تعریف کنم، یه روی چینی روی فرانسوی روی انگلیسی. اونه نگین زشته. نه نه حواسم هست ببگن، اون تهش معادل سازی کردم. نه من معادل سازی تو هم شنیدم، اونم زشته. خب بس اون همیشگیه رو میگم. آقا پشکن رفتی اون دنیا حواست باشه به چینی جماعت پول قرض ندی. گفتی چرا؟ نمیدونم راستش. چون همه شن شبیه هم دیگه، نمیدونی پول از کی پس بگیدی. چه با من نفتا. داره میخنده، چی شباز کرد، چی شباز کرد؟ بابا دورت بگردم. بابا خوبی؟ سه روز بود چشمشو باز نکرده بود. درد نداری بابا؟ داماد من توی نوکرشم هم، خاک پرشم هم. میتونی دختر منو خوشبخت کنی؟ بله چرا که صدی بگم، یعنی سعی من میکنم. بله بله بنویس. چیه؟ همینی که گفتی، بنویس رو کاغذ، خوشبخت میکنم. بدن چیز خاصی نیست، بابا اصولا به مکتوب سازی علاقه منده. آره بابا بنویس. کاغذ در نیز بابا گر چشم الان اصلا می نویسم قشنگ، خودکارم داره. دست در نکنه بابا گر. خب به نام آنکه جان را فکرت آموخت. من گفتم شعر بنویس. نه نه این مقدمه شه، الان به اصل ماجرا میرسم. بنویس پسر، من وقت زیادی ندارم. آخی آخی چشم چشم، این جانب نورالدین خانزاده فرزند نور محمد تعهد می نمایم که خانم نازنین
نزنیه. نازنین آسمانی، نازنین دعایی، نمازی. تو فامیلی زنتون نمیدونیه چیره چیره اصلا نیست. من تو خانه همیشه به اسم کوچیک صداش میکنم به خاطر این دیزی بابا. من اوپن مایندیم. من خدا پرست نو که زبانم بودن نو هی چش تعهد می نمه خانم نازنینه خدا پرست را خوشبخت بنمایم. امضا نورالدین خانزاده. خدمت شما. بدم یه با بگم خدمت شما. این هم بیده سعید جوش. هشت نو ده ماشا یکی دیگه یازده یکی دیگه دوازده بفرما. بازم بگیر کیوان نمیتونه تو سفر هم پای اینا بیاد. من با همین بدن میتونم تو مسابقات ارتشای جهان شرکت بکنم. عزیز من کیوان عزیز، ما 7-8 نفر میخواستیم گرفتیم، لیستمون پره. ایشالله سفرهای بعد در خدمت دان هستی. یعنی چه؟ پا قسمت چه میشه؟ سریع یکشان خط بزن منم بینیمیز جاش. دوست عزیز من، من لیستمون بر اساس قسمت نبستم، همینجوری در همه. الان من کیه خط بزنم؟ شو فرید خانم من شما خط بزنم. آقا کیوان بزنم نه قبول میکنم. آقا خلیل فریده تو تولیسی؟ یعنی بدون من مخواه بری مسافرت؟ بابا همش 2 روز طول میکشه، حضور یه خانم تو این سفر الزامیه. باشه برو، ولی بچت هم با خودت ببر. من بچه داری بلد نیستم. من بچه من تشکیل خانواده دادم، به من تکیه میشه. مزخرف نگو، دفعه قبل که رفتی سفر همین آقا پس داد زندگی مانه به گند کشید. کیوان اون موقع بچه همش 8 ماهش بود، میفهمی؟ چرا بروی بچه رو جلو جمع میبری؟ میخوای اعتماد به نفسش بیاد پایین لکنت زبون بگیره؟ بلکن ماما عیبی نداره، با من به این کارهای بابا عادت کردن. بمیرم برات. ببخشیدام میونه بحث خانوادگیتون شکر، فقط دارم دوباره تاکید میکنم آقا نوری بفهمه به من هیچ ارتباطی نداره. خودتون برای حضور تو این مراسم اعلام آمادگی کردین ها. همین به نام عزیز. عزیز جان آقا نوری بفهمه موقع چه بکنه. آقا فردا صبح بلند میشه میبینه 7-8 تا ما نیستیم خلاص میشه میره. درست آقا اصلا بفهمه، بفهمه موقع چه بکنه، بفهمه. من به عنوان مسئول اینجا نمیتونم به ندای یکی از هموطنام که برای عروسیش کمک خواسته لبیک بگم. آقا داد نزن، من اجازه نمیدم زنم توی این مراسم سوری همراه شما بیاد. به من ربطی نداره دیگه. نمیخواد با اینا بری، من خودم محرم از شمار. یه سفر 2 نفره عاشقانه، یه سفر شپ ماه اصلی محرمت مرغابی شکم پر حال مکنیم با. آقا اصلا عروسی سوری نیست، کاملا هم واقعیه. فقط عروس خانوم فک فامیل کم داره، میخواد تو عروسی فک فامیلش رو زیاد نشون بده. شما هم یاد میگی ما فک فامیل عروسی. 1,000,000 هم پیش پرداخت داده که دادم دست آقا خلیل، 3,000,000 هم بعد از کار بهمون میدن. بابا بینام گان ای کاش اصلا حرف پول نمیزدی. بابا من خودم شخصا با خودم قسم فقط برای ثوابش قدم نگاه کن تمام تنم سیخ شد موهاش. آقا جان خودتان منم همراه خودتان ببرین این سفر، دلم لگ زده برای یه ثواب دست جمعی. قول بشنم میدم اونجا ساکت بشینم دستم به هیچی نزن. آقا بشینی و ساکت هیچی هم نگی نیایی بهتره. چرا؟ چرا نداره آقا، اینجا بمونی ثوابش بیشتره. میخوای تا آخر عمر به عروس سرکوب بزنن که پک فامیلاتون آره؟ پک فامیلات آره یعنی چی؟ شوهر من چشه؟ پدر من تاوان علاقش به گاز پیکنیکی رو داره میده. ایبی نداره پدر جان، گالیله هم گفت زمین میچرخه، بردنش کمپ خوابوندنش. بلش آقا من چه باید بکنم که شما قبولتان بشم من میتونم واشتان بیام؟ هیچی عزیز من هیچی، شما یه کار ساده اگه بکنی خلاصه. من همین امشب تا صبح یه گوشه میبندم، اگه تا صبح زنده ماندی قورچه در نیامد اسمت میارم داخل لیست. قبوله؟ یعنی چی آقا خلیل؟ من اجازه نمیدم. چه بکنم؟ من الان چه بکنم؟
عیبی نداره فریده جان، عیبی نداره. مرگ یه بار، شیونم یه بار، بذار یه بار برای همیشه این لکه ننگ از ذهن اینا پاک بکنم. فقط اگه آفتاب صبح ندیدم به پسرم بگو پدرت یه مرد بود. چرا خودت بهش نمیگی؟ همش نیم متر باد فاصله داره. پسرم شنیدم. چی شنیدی؟ منو هیچی نگفتم. بابا منو هیچی نگفتم که. آقایان من حاضرم، بفرمایید. نبوده باش. یک دو سه الله. من دیگه نمیخورم دخترم، به شوهرش رو پیدا کنم. نه قربانت، من نمیخورم، دست شمدنه. بخور. نه بخور. بخور. رعایت بشه، بخور. قربانت. یه وقت میریم بیبازیه میگی چون سوپ داشت میخورد منو. نه بابا من شیشتیکم بخورم بعض بشه من میبازم. بخور چپ دوستی نکن. اگه ترشت دوست داری بگم لیمو بیاره. نه بابا معمولا ترشی نمیزنه به غذا. یه نگفتی ازدواج نکردی تا حالا؟ نکرده. این خانم علاقه آقا گفت بابا. آهان چیزه اینا، نه که خواهر برادرن، بعد ایشون حق پدری به گردنشون داره، بچه ها صدا میکنن بابا. آره ما بابا 50 سالش که شد یا حواس کرد دختر دار بشه، بعد 51 سالش که شد یه ما به دنیا آمدیم. 55 سالش هم بود یا حواس کرد بمیره و این دو تا مصیبت گذاشون دست من. خدا بیام خود بنت خود بنت. مرگ اتفاق غریبیه. بله. من که میبینی ده بار تا دمش رفتم و برگشتم. ای باریکالله یه جوری سر کار گذاشتیم. یعنی باورتون نمیشه این چند روزه بابا چشماشو باز نکرده بود، از موقعی که اومده ایران من اصلا صداشو نشنیده بودم. خب انشالله که همیشه صحیح و سالم و تندرست باشن. بابا بابا جان هیچ موقع توی یه جمع آدم نباید در گوشی صحبت بکنه. آقا من این پیاده شما رو میزنم. حرکت نجوان مردانه. من بدون در گوشی وزیر تو میزنم. وزیر زدی؟ آره وزیر زدم، چون این پیاده تومه بود. حالا با روخت نمیتونی بازی کنی چون کیش میشی. خب شد دیگه میشه بازی کنی. ماشاءالله یه مشاوره اشتباه وزیر و شاه و همه رو به فنا دادی. گردنی کسی نداست، حواسی رو جمع کن، باید پیچ پیشم نکن. خب دیگه نورالدین کار داره باید برن، گپ و گفت پدرزن دامادی هم بمونه واسه بعد، شما هم باید استراحت بکنه. قربونت برم. کجا بره؟ بابا اون ساکیه سفریه منو بده، میخوام سوغاتی های قشنگ رو بشون. حالا الان بابا جون ولش کنین دیگه، حالا بذاریم بچه هست. نه باش خودم باش 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 میاد بده. این را بشه بزن پدر سوخته. این کلاشه، اینم شالی ازنی ماشالله خوشتلی کم از اینه. مال کیه؟ مال خوشگل و بزرگه. اگه خدا عمری داده که منم میبینمش انشالله، اگه نه که تو بانبان پدر وظیفه داری که بهش بگی که واق بزرگ چقدر دوستش داشت. من بانبان پدر منظورش اینه که شما به عنوان شوهر نازنین خانم صاحب اولاد بشین، بعد ایشان آقا پاشام بشن پدر بزرگ اولاد. خب اگه اجازه بدین آقا پشگیان، من یواش یواش رفع زحمت بکنیم تا شب نشده بریم. کجا بریم؟ شوهر باید پیش زنش باشه همیشه. نه دیگه خیلی توضیح ندادم براتون، نورالدین تاجره، بعد شبای سری جلسه داره، الان هم باید بره به جلسهش برسه. ما توافق کردیم با همسر این ماجرا. من نفهمیدم این چه تجارتیه که نصف شبی معامله میکنن.
خب پاش خرید پولیش میکنی؟ چقدر بامزه گفتی آقا پاشا، بامزه گفتی. نه دیگه، من یواش یواش رفع زحمت کنیم، به اجازه قربان شما. بشین کارت دارم. درسته شما زن و شوهر هستید، ولی عقدی که پدر دختر توش نباشه 2000 نمیارزه، اصلا قابل قبول نیستش. من خودم میخوام یه عقدی برای شما برگزار کنم با خرج خودم به صرف شام. بگه بشین من برم دستشویی بیارم. برنامه‌ای برای صبر کن، بذار برم ویلچرتون رو بیارم. بابا جان اینجوری صبر که نمیتونیم وایسیم. همینجا باید بریم بیرون، بریم سمت چپ. بابا جان خیلی وقت بود دستشویی نرفته بود. من به چی قسم بخورم؟ تا یه ساعت پیش تکون نمیتونست بخوره. قسم نمخوا نازنین خانم گیان، این هیچی نباشه 13 سال برات پدرم. خدا رو ست زن مرتبه شد، ایشالله همیشه صحیح و سلامت باشه. خب اجازه من میریم اون چکرم یه جوری میفرستم براتون که برسه به دست شما. نه دیگه پیشتون باشه، هر وقتی دمتون. نه من قرار نیست دیگه هم دیگره ببینیم. نازنین خانم قرار نیست ما هم دیگه رو ببینیم. اون فکر عقد در حضور پدرزنم خودم بی زحمت از سر بابا بنده. نه اصلا خواهشی دلتر نیست بابا، قرار بود که من فقط دست ایشون رو بگیرم، ایشون به رحمت خدا بره. الان پشت فرار کرد، اصلا الان از من نوا میخواد، فردن نوا دستری میخواد، نوا به خدا جیغ میزنه این وسطا. بچه ها فرار کنید، نه وایسا حالا وایسا تو هم وایسا. خواهرش هم تمام شد بگو دیگه بابا. تمام شد امو کیوان ببخشید، من چون خودتان گفتین دارم میبندم، یه وقت از دست من ناراحت نشین. نه امو جا بشه ناراحت بشم، بالاخره یه روزی باید دهن این جماعت ما موستم. فقط یه جوری محکم بود که حرف حدیث توش در نیاد. خیالتان باید کمه باید. چرا بچه‌مو میزنی؟ چه کار داری میکنی؟ مگه در گولی سیب زمینی داری موسی؟ آقا جو خودت گفتی محکم ببند دیگه، چرا میزنی؟ گفتم محکم، نه اینجوری. با این طلاب شارک دست ما پاره کردی تو فرو. آخی فرید خانم جان، چیزی نشده که حالا چند ساعت دراز میکشن عوضش تمام سوء تفاهم‌ها برطرف میشه. دلم میسوزه، خب دوست نداشتم بی‌دفاع حقی رو کچل ببینم. آخه فریده جان گریه نکن، به خدا همون اولش میخواستم بگم گریه نکن، ترسیدم بگی گریه به خاطر جانتانه باز دوباره ضایع بشم. کیوان جان، جانم، همه جانتانای عالم فدای یه جانم گفتنه. هی قربانو دهنت. فعلا با اجازه بابا، ما بستیمت دیگه. خب چی؟ خب بچه ها رفتن، تنامان گذاشتن، فکر کردن ما حرفای عاشقانه زن شوهری داریم. خب چه خوب، بگو. خب آها چیزه فریده جان، صدای جاناتانه. ای خدا، باز این دل پیچه گرفته. هزار بار به بچه ها گفتم بین وعده های غذایی چیزی بهش ندی، حرف گوش نمیشنوی. ای تو فری جاناتان، اومدم بری دعا بکنی که من زنده اینجا بلند نشم. نسل هرچی جاناتان هر روز زمین باید بردارم. این چیزه گل بچه بد این که زن اولش مرد موهش بود، علیرغم زهرش خیلی هم قصه خوردید. مدبت این چه حرفی هم میزنی بابا؟ اصلا تاسیه این مبحث هورمونیه، هیچ ربطی هم به زن و مرد و قصه خوردن و کور و کچل هم نداره. اگه واقعا عاشق باشی ربط داره. همین خجسته خانم خدا بیامرز زمانی که مرد آقا نوری موی جایی در آورد، قبل زمان خجسته مو نداشت، کچل بود، یادتو نکه. به به عجب آتیشی، گرمای مطبوع که میگن همینه. آقا متوجه شدین؟ عجب موجود پر برکتی این گاو، حتی فضولاتشون برای گرما استفاده میشه.
فضولات جنتن در میسوزنی؟ آره بابا لذتشو ببر. چرا از اولش به آدم نمیگید؟ به خدا هزار تا درد و مرض گرفتیم اینجا از دست شما ها. اه یه حرف خودت یار فرزیگلر. اوه نگاه کن آقای مپاکمه ببین پنج دقیقه هم نتونست تحمل بکنه یه نره میکشه یعنی هنقدر دوزش بالاست یه پنج دقیقه رو آتقی هم تحمل میکشه آتقی آینه ابره وای 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 کمک کمک آی وای اوار وای کمک برو خدا به دادش برسین داره دست میره بابا محلش نذارید این بدنش داره سموم دفع میکنه دفع سموم هم درد داره خودتشو خوب میشونه بابا جگیان به گیان خودم اگر بذاری یه شب تا صبح ببندنش این تمام خور چشم میزنه بیرون ترک میکنه خلاص میشه نه دیگه اینجوری ها رو میسه آقا خلیل تا الان شنیدین کسی با بسته شدن احتیاجش ترک بکنه؟ خیلی آره خیلی ها با بسته شدن ترک کردن خب اگر راست میگی یکی شنون باید ولی اگه بگی گل باشو به خدا کلامو میره تو همه به چی تعدیل مکنی کلامو میره داخل ما هزار تاشه برات میگم خب بگو آه یکیش همین چیز با فیلم زینال بندری خب بچه‌ش کرد داخل اتاق کلیل انداخ گفت میخوای بیا بیرون میخوای نه به بسه بودش اونجا که گفت شیر داخل قفس با بیرون سلام علیکم سلام علیکم سلام تو هنوز نرفتی که من بهش گفتم این قرار شده دیگه کرم نریزه فردا صبح مجموعه ترک بکنه خوبه برنامه سفر هنوز سر جاشه راستش من هیچ کارم از آقا خلیل بپرسید میشه اسماس تایم اضافه بکنی؟ بری همین مراسم عروسی سوری؟ آری آقا نوری مگه مخالف نبود؟ مخالف بوده ولی الان دیگه البته اگر فردا صبح علتون زود را بیافتین ما هم هستیم ای دمت گرم بسرمون آقا کردم رفت خارج بزن تب بزنگه اماره قربانه قربانه ای دیاری خشنشان کرمانشان کرمانشان ای دیار خشنشان دفل گرم و شیقانه بیسه چلو تا بسان دفل گرم و شیقانه بیسه چلو تا بسان دمه دمه آقا نوری هم میره با من باشه من میره نوری بره مسافرت جدا خوبی بود ولی سلی پس لرزه داری میدی میخوای دستت بزنه نه 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 آقا نوری نه باید به اینا ثابت بشه که من او کاره نیستم ای بلی دست ببخشی بیدارم کنم شب خوبی داشته باشی شب وقت شب وقت آقا نوری میگم میشه دست آنگاه بکنی فقط جهت دستشوی رفتن و خدا شاید فکریدیه تو کلم نیست یه خود رجز بخونی نتیجهش میشه همه نه ماله سرمای زمینه سرمای نشسته تو استخونه دست خوارم یواش برو بیرون کشن استخانه تا گرم کن بیا یواش عجله نکن نه نه ای پا هم واسه بشه ای وی
خیلی خوب باشی بازی در نه بقیه چیز در نه بدیم ما فامیلیم ما فامیلیم بکنسی نگی خیلی خوب یه واش باش واش بیده باشی بخشی بیدارت کردم یه خانمی بیرون باشید کار داره یا سال جمال اول اکرم برو بهش بگو من نیستم اصلا من به هیستانی کار ندارم برو بگم نیستی؟ بگو نیستش بدو شیر خانم پتو براد آورده دوه خب بگو دختره تتو مغزده با گوشتون کوویدن ای چه طرز گفته نصف گوشت ترم عب شد بگو پتو نمیخوایم ببره اون ترم شرمنده چی گوزیه این ترسیدی نازنین خانوم باشه آره بیداری؟ آره زن خوبیه کاری باید نداره منم با اون کاری ندارم مرد خوبیم هستم چقدر میشناسیش؟ خیلی کم زیاد از من خوشش نمیاد کی از تو خوشش میاد؟ مادرم به من میگه خوشمزه پسر مادره دیگه مادر بچه میمونم بشه ازش خوشش میاد شما کلن زنگوریزی یا از این نازنین خانم خوشت نمیاد کلن زنگوریزم من کلن زنگوریزی داره ای بابا من اگه میدوستم چنه ولی بیداری اصلا به این بحث دمه نمیدارم تو زنگوریزی نداری؟ او خجاز خانم خدا بیامرز اگه پاپیش نمیذاش تو عمره میرفتی خواستگاری قضاوت بی جانک و خلیل نوری قبل از مرحوم خجاست خانمم یه بار دیگه رفت تو خواستگاری خوشانه؟ جدی خواستگاری کی؟ ای بابا گل تو چرا بیداری بقب دیگه مثل اینکه فردا صبح مسافری من کنجکاوی آدم تحریک میکنی بعد میگه بخواب دقیقه آقا گیان تو بدون اینکه من بدنم خواستگاری کی رفته بودی؟ اولا این که من به سر مادر خدا بیامرزم رفتم خدا رحمت خدا رحمت بله قربانه ثانیه این که اون آدم الان با یکی دیگه ازدواج کرده درست نیست من اسمش بیارم سالسم بخوابید بابا الان شوهرش تو اینجا حضور داره تو هم دعا کن یه روزی یه شهزاده خانم با یه اسم سفید بیاد دنبال من آدم ها غالبا نمیجورن فقط ادای عشق و عاشقیه در میارن مثلا همین آقا این بخواب ای خب الان ازش بپرس تعریف عشق و عاشقی چیه اگه بلد بود بشه دیگه اتفاقا اینقدر خوب میتونم بگم عشق عبارتی است از حالتی در انسان که احساس میکنه درون تحت فشاری ولی میخواد درون تو اینجا بشکافه بریزه بیرون مطمئنی عشق این تعریف دلپیچه نبود بابا جان ولی خودی باز وسط یه بس جدی شوخی را میندازی بگو زنگوریزی راحت بتونیم بخوابیم آره من زنگوریزم مثلا جنبری که زنگوریز نیستی بگو که عاشق کی شده بودی که اینم بدونه من؟ آقا خلیل و عشق عاشقی اصلا بهش نمیاد چرت و پرت میگه بابا محله قرتی بازی ها نیستم نبودی؟ نه من؟ نه نبودی؟ کجا بودم؟ پک کی بود خاتون خب و یارو بازیگر ایتالیایی شد Yes that's right Yes that's right Yes that's right فقط من میخواستم همینه بگم تازه این فکر میکرد که اون بازیگر ایتالیایی هم عاشق اینه نه بله که عاشقم بود اصلا عاشقم نبود به شما چه مربوطه برای چی دارید زن منو خراب میکنی نخو هیچیز نگو من هیچیز هم نمیاد برای چی همه بیدارید هیچیز مکنی هیچ مکنه به به همه که بیداری کیفور شده همون کیوان استخوناتو گرم کردی؟ بله گرم گرم اینم یه تختی یه نفره مخصوص مقابله با سرمای زمین آقا اون صندلی ماشین من نیست؟ چرا خودشه؟ به خدا من هنوز دارم قصه این ماشینه میدم 4 سال برای پیشقصش پس انداز کردم چرا برای مال دیگران ارزش قائل نیستین؟ شب بخیر آقا شب بخیر 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 عزیزم شب بخیر شب بخیر شب شما هم بخیر شب دام بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب همگی دام بخیر شب خوبی دام خاک بر سر فردوسی خاک بر سر فردوسی
هر چه بود گذرم شکست عهد من گفت هر چه بود گذرمش به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذرمش بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود بذارم عشق چه بی نشان از این زمان رفته است به دست تو راهی شده به پای خود آمده تا ساحل آرامش دل را به دریا زده تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم از تو بزرگی مثل وندی چشمی ساده شد در تو تو مثل بی ستون هستی تو حتما قصر شیرینی تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی من هر چی زور گردیم شو شمشالیک چو من هر چی دوز گردیم شو دسمالیک چو در واکن تا کپو همزگانی سیر باری من بگره سر چوبی وارانی نینه مواری تو این اتاق و سانزانی هر او تاکو سری برزن نه لافاوی توانی بوده نه حال کنی لزه لزه تو این نخش قی سرون تی ترنی او سیروانی تو این شرم دا پیری تو حال پرکی دزیرانی تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم از تو مزارگی مثل وندی چشمی ساده شد در تو تو مثل بی ستون هستی تو حتما قصر شیری تو انقدر عشق داری که منو فرهاد می‌بینی hey, 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 hey.
امشو اشم شالیک چو هم هرچی دوز گردی امشو دست مالیک چو در واکن تا کپو هم مزگانی سیر باری بان بگره سر چوبی وارانی ننه مواری